بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألوبيته وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وصحل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. با أرض السلام وعذاب. قبل از اینکه موضوع را شروع کنیم، دست دعا برداریم پیش خداوند در این روزهای مبارک رمضان. قبل از اینکه سخنانش را بشنویم با او سخن بگوییم. ای پروردگارا، پیامبرت به ما آموخته است که این دعاها را بخونیم. ما از تو زندگی پاکیزه و مرگی درست و سرانجامی شرافتمند خواستاریم. ای پروردگارا، به ما صبر و شکر عطا بفرما. در چشم خودمون ما را کوچک و در چشم مردم ما را بزرگ جلوه بده. ای پروردگارا، مغفرت و رحمتت را طلب میکنیم و ما را به بهترین راه، به راه هدایت رهنمون باش. ای پروردگارا، بر محمد و آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و ذریه محمد و امت محمد درود بفرست، اونها رو مغفرت کن. ای پروردگارا، وسیع ترین رزق ما را در وقت بزرگسالی ما بگردان که عمرمان به پایان میرسد. ای پروردگارا، ما از تو بهترین سؤال و بهترین دعا و بهترین پیروزی و بهترین ثواب و بهترین عمل را خواستاریم. ما را ثابت قدم نگهدار. میزان ما را سنگین بگردان. ایمان ما را محقق بگردان. توحید ما را درست بگردان. درجه ما را بالا و بلند بگردان. نماز و عبادت های ما و بینندگان ما را بپذیر و اشتباهات من را درگذار. ای پروردگارا، ما و بینندگان برای خود و بینندگان موحدمان درجات بالای بهشت را از تو می خواهیم. ای پروردگارا، ما را فواتح خیر و خواتمش نصیب بفرما، اولش و آخرش و ظاهرش و باطنش و درجات بزرگی از بهشت. ای پروردگارا، هر آنچه که ما انجام می دهیم ما خیرش را از تو می خواهیم، خیری که ظاهر باشه یا باطن باشه. ای پروردگارا، آوازه ما را بلند بگردان، گناهان ما را ببخش، قلب ما را پاک بگردان و ما را عفیف و پاک دامن بگردان، گناهان ما را ببخش و درجات عالی بهشت را نصیب ما بفرما. وصلى الله على سيدنا محمد و
وعلى آله وصحبه أجمعين. به نام آنکه بر ما عقل و دین داد، به ما توفیق خیری این چنین داد، سپاس و حمد دایم آن خدا را که نعمتهای بی حد داد ما را. درود و هم سلام بی نهایت به روح مصطفی ختم رسالت، به آل و صحب آن فخر دو عالم، به هر روز و شبی هر آن دم آدم، خصوصا بر روان چار سرور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، که هر یک کوکب برج خلافت درود حق بر ایشان بی نهایت. خدایا هرچه داریم از تو داریم، به جز تو از کسی چیزی نداریم، به ما بخشیده ای هر گونه نعمت، به ما هرگز نشاید از تو غفلت، تمام هستی ما از برایت، تن و جان و روان ما فدایت. ندانم من چه چیزی بهرمان به، خداوندا به ما آن ده که آن به، به شافی رحم کن او را ببخشا، تو دستش گیر و هم عفوش بفرما. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال، و با درود و بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام، و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعتی را که انشاءالله در خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید، و شما سروران ارجمند را، و شما برادران و خواهران محترم را، و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. و خداوند را شاکریم که من شما را بر گرد بهترین سخن جمع کرده است، از میان هزاران بلندگوی تبلیغاتی، هزاران بلندگوی شرک و کفر و فسق و فجور و فساد و بدعت و زلالت، من شما را در یک مسجد آسمانی، در یک برنامه توحیدی، در یک تلویزیون توحیدی گرد هم آورده تا سخنانش را بشنویم، تا در مقابل خورشید معنویت زانو زده و با درهایی که از آن جستجو می کنیم، اعمال و رفتار و گفتار و قلوب و افکار خود را اصلاح کنیم، و این هم از فضل خداوند است. در شرح بهترین سخن رسیدیم به آیه شریفه 107 از سوره توبه، تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و بعد از اون تفسیرش را. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. گروهی درو طرح انداختند، یکی مسجدی را بنا ساختند،
گروه دروم تغییر کننده که بر دین اسلام آید زیان به قصد ضرر ساختند آن مکان، که مردم نیابند که مردم نیایند بهر نماز در آن مسجدی که نبی هست باز. فقط قصدشان بود کفر و عناد، نفاقی برانند بین عباد. همان کس که این پیش کرده نبرد که با کردگار و نبی جنگ کرد، دمادم نمایند سوگند ذکر که غیر از نیکویی چه داریم فکر. امروز مراجع مدعی تشیع قسم دروغین رو جایز میدونند و اینها وارثان اونها هند. دروغ است این حرف و یک تا اله بر این گفته خام باشد، بر این گفته خام باشد گواه. دوباره از اول بخونمش. گروهی درو طرحی انداختن، یکی مسجدی را بنا ساختن در مقابل کی؟ در مقابل مسجد پیامبر، در مقابل مسجدی که پیامبر بلکه در مقابل اولین مسجدی که بر تقوا بنا شده، در مقابل مسجد قبا که اون موقع مسجد نبی بنا نشده بود هنوز. خب کسی که یک مسجد درست کنه در مقابل مسجد توحیدی، یک مسجد شرکی درست کنه، یک مسجد منافقانه درست کنه که مسلمان ها ضرر برسه، مسجد ضرار یعنی مسجد زیانبار. قرآن اینو مسجد ضرار می نامه. اگه در مقابل سنت پیغمبر 12 سنت دیگر به تراشد چی؟ این دیگه از منافقان زده جلو، این دیگه سربازی از گرده. اگر قرآن مسلمان ها را بده دست امام موهومی که اصلا از مادر متولد نشده، این چیه؟ ولی منافقان این زمان نسبت به منافقان سابق دستشون از پشت بستند به قول ایرانی ها. که بر دین اسلام آیا زیان به قصد ضرر ساختند آن مکان. خب امروز این تکایایی که شما درست میکنید، این خانقاها، این تکایا، این فاطمیه ها، این زینبیه ها، به خاطر اینها این قبرها، این گنبدها، اینا زیانبار نیست؟ اینها ضرار نیست؟ این شرکخانه ها که ملت مسلمان عراق و سوریه رو کشتید به بهانه حفظ عتبات عالیات با این فریبکاری ها، قصه مسجد ضرار یا مسجد زیانبار داستان نفاق و در اسلام در میان مسلمانان بارستر میکنه. بلکه منافق میاد لباس شما رو میپوشه. اصل مسجد برای خدای محل سجده خداونده، چه مکانی پاکتر از مسجد؟ لیکن همین مسجد شما بیا در مقابل توحید درستش کن، در مقابل پیغمبر درستش کن، در مقابل سنت پیغمبر درستش کن، به ضرر مسلمان ها این مسجد میشه مسجد ضرار، مسجد زیانبار، هر چیزی که زیان برسونه. این یک مثالیه، هزاران حکم و هزاران عمل شما میتونید روش قیاس کنید. این عظمت قرآن. قصه مسجد ضرار در جنگ تبوک بارز شد. ولذا منافقان این دسته از منافقان، این دسته از توطئه چینان و طراحان و از سایر منافقان بارستر میکنه. سخن خاصی بهشون نسبت، یعنی دربارشون میگه. بعد از اینکه قبلا راجع به منافقان صحبت کرد، امروز با 43 جلسه من راجع به عملکرد قرآن با منافقانه در این سوره فقط. ببین چقدر خطرناک نفاق.
خب الان بیا شما نفاق نهدهم دین قرار بده به اسم آل بیت، این دیگه چیه؟ منافقان اولیه در مقابل منافقان امروزی باید بیان باید شاگردی بکنن. علامه ابن کثیر شاگرد بارز و برجسته امام ابن تیمیه در تفسیر خودش میفرماید راجب خدا رحمتشون کنه همشون رو، در راجب سبب نزول این آیات کریمات که در مدینه منوره در یثرب قبل از تشریف فرمایی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یه شخصی از خزرج بود، دو قبیله بودن اوس و خزرج، این دو قبیله بزرگ و یهودیانی که بر اونجا مسلط شده بودن مثل اسرائیلی که الان بر در میان عرب مسلطه بجان هم انداخته بودن. یکی از این قبایل خزرج بود، یه شخصی بود اونجا به نام ابو عامر راهب که پیامبر بعدن اینو ابو عامر فاسق نامید و این شخص در جاهلیت رفته بود شام، اونجا نصرانی شده بود، چیزی از علم اهل کتاب خونده بود و حتی در دوران جاهلیت عبادت میکرد، عبادت به دین مسیحیت. و در میان خزرج، قبیله خزرج، مقام و موقعیتی داشت. وقتی که رسول اکرم علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام به دستور خداوند جل جلاله و امنوالوه به طرف مدینه هجرت کرد و از اون روز یثرب مدینه نامیده شد به خاطر تشریف فرمایی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، مسلمانان گرد پیغمبر رو گرفتند. الان دیگه کلمه اسلام داره برتر میشه، در روز جنگ بدر با اون پیروزی دیگه ظاهرتر شد. این ابو عامر لعین شروع کرد به دشمنی با پیغمبر. وقتی که پیغمبر موفق شد این از مدینه فرار کرد، رفت به طرف مشتکان قریش، اونها رو دعوت میکرد که با پیغمبر بجنگند و بعضی از قبایل عربو هم با خودش هم پیمان کرد که در جنگ احد آمدند به مدینه و شد آنچه که شد که در تاریخ مشهوره. خداوند همه را امتحان کرد، هم مؤمنانو و هم کافرانو و هم منافقانو و سرانجام با اهل تقوا بود، با متقیان بود، با اهل توحید بود. در جنگ احد این ابو عامر فاسق بین دو طرف یه حفره‌هایی کنده بود که پیامبر اکرم علیه السلام در وقت جنگ در یکی از حفره ها افتاد و مجروح شد و چهره مبارکش خونین شد به دست همین ابو عامر فاسق، دندان مبارکش شکست و سرش هم زخمی شد علیه السلام. و در آغاز مبارزه که بین دو گروه شروع شد، این ابو عامر فاسق به طرف قومش که انصار بودن اونها رو مخاطب قرار داد و سعی کرد که اونها رو به طرف خودش بکشه در چنین وقت حساسی. وقتی که انصار سخنانش شنیدن برش دعای بد کردن به این معنا که چشمت به دیدن دوستی روشن نشه، ای فاسق، ای دشمن خدا، سب و شتمش کردن. او بازگشت و گفت که قوم من بعد از من گرفتار شر شدند، منافق پیغمبر خدا را شر میدونه، همچون که امروز مشرکان دعوت توحید را شر میدونند،
قبر پرستان، امام پرستان دعوت به توحید و یکتا پرستی رو شر می دانند. چرا اینطوریه؟ برکه انسان وقتی که دلش کور شد مست حیدر پرست میشه، شب و روز میبینه، روز و شب میبینه، راست و چپ میبینه، چپ و راست میبینه، بالا رو پایین میبینه، پایین رو بالا میبینه، مثل یه مست. چرا؟ چوب نور خدا منور نیست. و این منافق، این فرصت طلب، این خمینی زمان و خامنه‌ای زمان، این سیستانی زمان، قبل از اینکه فرار بکنه پیامبر خدا علیه السلام او رو دعوت به خدا کرد، دعوت به توحید کرد و برش قرآن خوند، لیکن قبول نکرد، تمرد کرد. پیامبر اکرم علیه السلام بر علیش دعا کرد که در حالت بیکسی و ناکسی بمیرید، در حالت غربت، و این دعای پیامبر قبول شد و این چنین شد. ولذا وقتی که مردم از جنگ احد فارغ شدن و این منافق دید که کار پیغمبر روز به روز داره بالاتر میگیره، رفت تا مزدور یک دولت دیگه بشه، تا مزدوری که از دولت های بزرگ بشه، همچون که امروز مزدوران ماشاءالله مسابقه میدن، رفت به طرف پادشاه روم هرقل و او طلب کمک و مساعدت میکرد بر علیه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. هرقل بهش وعده داد و پیشش نشست، بانونی پناهنده سیاسی به اصطلاح، به اصطلاح امروز، و به گروهی از قوم خودش از انصار اونایی که منافق بودن شک و تردید داشتن نامه نوشت، بهشون وعده و ایدها میداد. غیر از انصار و پیغمبر، منافقانی که از این قبیله خزرج بودن، و اینکه بهشون وعده میداد که با یک لشکر از طرف هرقل میاد و با پیغمبر خدا می جنگه و بروش او رو شکست میده، و ازشون خواست که یک پایگاهی براش درست کنن تا وقتی میاد این پایگاه رو داشته باشه و این پایگاه محل مراقبت باشه. اونا چکار کردن؟ شروع کردن به در مقابل مسجد قباء که اولین مسجد در اسلامه، یک مسجد دیگه درست کردن، لیکن با لباس تقیه، هنوز تکایا و زینبیه و فاطمیه و کفت زهرماریه و اینا هنوز بسرش، شیطان هنوز، خود شیطان هم اینا را هنوز نفهمیده بود، اینا را بعدها بهشون یاد داد، بلکه اول کاره. در مقابل مسجد قبا بیان چکار کنن؟ یه مسجد دیگه درست کنن. و همطور که عرض شد این مسجد که اینها میخواستن درست کنن، قرآن تا ابد اسمشو مسجد ضرار نام گذاشت، در صورتی که ضرر و ضرار و زیان جعل امامت و امام زمان و بقیه خرت و پرت های سیاسی دینی خرافیان و قبر پرستان از مسجد ضرار میلیون ها بار بیشتره، میلیون ها بار. خب اونا این مسجد رو بستن، قشنگ تموم شد. قبل از اینکه پیامبر اکرم علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام به طرف تبوک بره به جنگ دولت روم، ببینید در چه وقت حساسی، نماینده دولت روم اینجا در مدینه داره یه مسجد درست میکنه، یه پایگاه، و اومدن پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که بیایی تو این مسجد نماز بخون.
چرا؟ برای که شکل مقدس بهش بدن و پیغمبرم غیب نمیدونه. گفتن این مسجد برای بچه هاست، اونایی که نمیدونم دور راهشون دوره، از این بهانه ها. وقتی پیغمبر بیاد نماز بخونه، تقریر این مسجد میشه، تأیید این مسجد میشه. گفتن ما این مسجد برای ضعفا درست کردیم، برای مریضان، هوا سرد بشه نتونن بیان مسجد. لیکن مهار پیغمبر یا زمان پیغمبر دست پیامبر دست خداونده، خداوند اونو حفظ کرده از نماز خوندن در این مسجد علیه السلام و علی آله و صحبه کرام. و فرمود که ما الان در سفریم، لیکن وقتی که باز میگردیم انشاءالله. بلکه پیغمبر هنوز نمیدونه چه خبره در این موضوع، مثل بقیه بشر. وقتی که از جنگ تبوک بازگشت به طرف مدینه، مسافت یک روز یا دو روز بیشتر نمونده بود، امین آسمان به امین زمین وحی آورد و خبر مسجد زرا رو بهش داد، جبرئیل علیه السلام، که بانیان این مسجد چطوری کفر و نفاق و تقیه و درنگی و تفرقه بین مسلمانان رو در مسجدی که بستند طراحی کردند. میخوان جماعت موحدان و جماعت مؤمنان رو که در مسجد قبا هستند و از اولین روز بر مبنای تقوا بنا شده، این جماعت چشمشون رو زده. همچنان که ابو عامر این زمان خامنه ای اجتماع مسلمانان در مسجد، مسلمانان مشهد، اهل سنت مشهد در مشهد، در مسجد شیخ فیض، چشم اینها رو کور کرده بود، اومدن خرابش کردن، مسجد توحیدی رو خراب کردن، نام مسجد زرار. شما نگاه کنید امروز چقدر زرار و نفاق پیشرفت کرده که مرا این غصه و غم زار کرده که بیدین نام دین ابزار کرده. و پیامبر خدا علیه السلام وقتی که جبریل بهش وحی آورد، افرادی فرستاد این مسجد رو خراب کردن و این روایت از ابن عباس و از سید ابن جبیر و از مجاهد و عروه بن زبیر و قتاده روایت شده و این همون مسجد زیانباری است که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم دستور تخریب شده. وقتی که در عهد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم چنین مکر و کیدی بر علیه مسلمانان بشه که هدفشون زیان زدن به مسلمان هاست، هدفشون کفر به خداونده، هدفشون مخفی کاری توطئه چینان به نام مسلمانه، و هدفشون همکاری با دشمنان دین، با دولت بزرگ وقت روم، در پوشش دینه، در پوشش اسلامه. و امروز هم این بازی مسجد زرارها به شکلهای مختلف از فرقه های زار، از احزاب زار، از سازمان های زار و زیانبار صورت میگیره، با ملایم بودن به وسایلی که، به وسایل خبیثی که امروز بسیار پیشرفته. امروز هم دشمنان دین همین کار رو میکنن در مقابل اسلام، چه بسا که شکل تجدید دین، تجدید خطاب دینی بگیره،
ظاهرش اسلام باشه، باطنش ویران کردن اسلام باشه. همه این فرقه هایی که شما میبینید، همه این فرقه های زاله، از روزی که ابن سبع امامات رو ایجاد کرد تا امروز، همه مبناش همین موضوعه، مبناش اضرار و زیان زدن اسلام به نام اسلام. که امامت یکی از نمونه هاشه و چه بسا که این مسجد ضرار امروز به شکل یک سازمان، به شکل یک حزب، به شکل یک حزب اسلامی، به شکل کتب، به شکل مجلات در بیاد. تا مردمی را که مسلمانان را که میبینند اسلام از ورید تا ورید در قتل عام میشه، تقدیرشون کنند، مطمئنشون کنند. و انشاءالله که این موضوع رو در جلسه دیگه بیشتر توضیح میدم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. یکی دو دقیقه موضوع رو عوض میکنم که موضوع دوم شروع بکنم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله. شخصيتي که امشب دربارش صحبت میکنیم یکی از شخصیت‌های اخیری است که در این کتاب داریم بهش میرسیم. دوست شخصیتی بیشتر نمونده. دیشب راجع به عبدالعزیز ثعلبی مؤلف حرفای زد که در تونس در مقابل استعمار فرانسه مقاومت کرد. در چنین وقتی کسی پیدا شد که استعمار در مقابل استعمار فرانسه و انگلیس و ایتالیا و باندهای صهیونیستا در قلب عالم اسلامی مقاومت کنه. این مجاهد بزرگ که در فلسطین بسیار مشهوره، همون عزالدین قسامه. و اینکه صهیونیست ها چطور وارد فلسطین شدن، آیا واقعا فلسطینی ها سرزمینشون رو فروختن به یهود همچنان که تبلیغات و دروغین امروز میگه،
داستان انقلاب بزرگ قسام، ازدین قسام چیه؟ ازدین قسام این جمله‌اش خیلی مشهوره که ما اگر در راه خدا شهید بشیم بهتر است اینه که تسلیم کافران میشیم. ایشون یک قهرمان استثنایی در امت اسلام در قرون اخیره، شخصی است که به اندازه یک امت خداوند بهش برکت داد. شخصی بود که روح مقاومت را در یک کشور اشغال شده زنده کرد. بعد یک خواب طولانی، شخصی که یک قهرمان، یک شیر قوی برای مسلمانان در فلسطین بود. لیکن مؤلف میگه که کسی که تاریخ بزرگان امت اسلامی رو بخونه یه چیز بسیار عجیب رو درک میکنه، که من خودم میگه وقتی که تاریخ مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم، و آن اینه که قهرمانان اسلام مثل قهرمانان امتهای دیگه نیستند. به عنوان مثال یک قهرمان لاتینی به نام بولیوار با امپراتوری اسپانیا جنگید، یک انقلابی ویتنامی به نام هوشیمینه با امپراتوری امریکا جنگید، و قبل از اونها فرمانده قرطبی هانیبال با امپراتور روم جنگید. لیکن میگه که من هیچ جا ندیدم، اونجا این همه تاریخ خوندم، که یک قهرمان با در عین حال با چند امپراتوری بجنگه مگر در امت اسلام. همچنان که دیدیم وقتی در آغاز کتاب وقتی که این موضوعات رو شروع کردیم چطوری ابوبکر صدیق یارغار و پیغمبر و نزدیکترین دوستش با دو امپراتوری ایران و روم، امپراتوری ساسانی و بیزانس، یک چطوری در عین حال با شما می‌جنگید. و مثال همچنین خطابی مثلا چطوری با استعمار فرانسه و اسپانیا و انگلیس در عین حال می‌جنگید. چطوری سلطان سلیم اول با صفویان و پرتغالیان یک جا می جنگید، اگر صفویان و پرتغالیان با هم بودن، و رضایی دو سه روز پیش اومد چه دروغ خنکی را گفت که ما پرتغالی ها را بیرون کردیم، در صورتی که صفویه با پرتغالی ها هم پیمان شدن برای به این شرط که پرتغالی ها شرط کرده بود که جسد پیغمبر را از مدینه بردارن ببرن فلسطین. لیکن پیش اینا دروغ گفتن مثل آب خوردنه. و همچنین دیدیم چطوری صلاح الدین ایوبی با عبیدیان رافضی و صلیبیان در این حال می جنگید. میگه الان نوبت اونه که راجع به شخصی سخن بگوییم که با استعمار امپراتوری فرانسه و بریتانیا و ایتالیا و باندهای صهیونیست در این حال می جنگید. ولی فرانسه حکم اعدام برای صادر کرد. ایتالیا دنبالش بود به خاطر اینکه انقلاب عمر مختار رو پشتیبانی میکرد، شیخ ازدین قسام، و مرد شماره مطلوب شماره یک شده بود پیش نیروهای انگلیسی همچنین، و دشمن اصلی برای تروریست های هاگانای صهیونیست بود که همینایی که الان در بر فلسطین اشغال شده حکومت میکنند. ورزا بهترین ایام جوانیشو در چنین مقاومتی گذران، و هدف هر کدوم از این استعمارگران که منطقه را اشغال کرده بودن این بود که این شخص افسانه‌ای رو به دست بیارن. عزالدین قسام خدا رحمتش کنه آغازش مثل اکثر قهرمانان اسلام از مسجد آغاز شد.
ولذا پیاده نظام امریکا در عراق یعنی مدعیان تشیع 2000 مسجد اهل سنت خراب کردند، هم در سوریه و هم در لبنان، هم در عراق. و این سوالی بود که بنده در الجزیره در حدود سالهای فکر کنم 2006 بود، 2009 بود، 2003 بود، یادم نیست، 2003 فکر کنم، با حسن نصرالله مطرح کردم در تلویزیون الجزیره. آغاز ایشون از مسجد بود. در شهر جبله در لازقیه، که لازقیه محل علوی نشینه الان، اکثرا علوی هن. همین زندگی خونخواری که بر چیز داره حکومت میکنه بر سوریه. و شهر جبله اینجا اسماعیلی نشینه و شیخ عزالدین اینجا متولد شد. عزالدین، عبدالقادر، مصطفی، یوسف، محمد القسام در سال 1300 هجری که برابر با 1882 میلادی، آغازش در مسجد شروع به تعلیم آموختن، بعدش رفت مصر در ازهر درس خوند و در سال 1920 میلادی شریک فرماندهی انقلابیون بر ضد استعمار فرانسه در سوریه شده بود. فرانسوی ها خواستن بخرنش، یعنی دادگستری سوریه را بهش بدن، لیکن قسام رد کرد و لذا حکم اعدام برای صادر کردن. قسام تونست از اونجا فرار کنه بره فلسطین در سال 1921. در اونجا یک هستهای مقاومت زیرزمینی که اسمش مقاومت مردمی فلسطین بود در حیفا ایجاد کرد. بعد از اینکه یهودیان در وعد بلفور از طرف انگلستان فلسطین بهشون داده شد، بعضی جوانان متحمس به اصطلاح خواستند جنگ شروع کنند، لیکن شیخ قسام گفت که نه، صبر کنید تا اینکه یک انقلاب عمومی اعلام بشه، بلکه می گفت که نباید با عاطفه در چنین مواردی دخالت کرد، با حماس و با عاطفه تنها کار درست نمیشه، بلکه باید آمادگی درست کرد، تنظیم درست باشه. شروع کرد خودش روستایی ها رو تعلیم دادن، هم سلاح و هم فکر، پادگان های خاصی برایشون درست کرد، تا اینکه در 15 نوامبر 1935 اولین شعله انقلاب رو روشن کرد، انقلاب بزرگ فلسطین رو که در تاریخ به اسم انقلاب قسام نامیده میشه و فلسطینیان بهترین مقامات هم همکاری رو با ایشون کردن و در همه فلسطین این شخص بر سر زبان ها افتاد قبل از اینکه در همون سرزمین مقدس شهید بشه، که از دو قبله مسلمان هاست و سومین حرم شریفه و محل اسراء پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از اونجا به آسمانه و مهد انبیا. لیکن اینجا دو موضوع ضروریه که توضیح داده بشه که مؤلف توضیحش میده. یکی این که این شبهه رو بر ملت فلسطین انداختن، ایشون میگه که من اصلا باورم نمیشد که چون حرفی رو مردم قبول کنن، اینکه فلسطینیا سرزمینشون رو به یهودیان فروختند، یهودیان خریدنشون. میگه وقتی من دیدم حتی این افتراء در میان مردم منتشر میشه، حتی در میان جوانان، و من مؤلف میگه من چون خودم فلسطینی ام از شرف امتم دفاع میکنم، لیکن قبل از اینکه از شرف امتم دفاع بکنم
از راستگویی محمد ابن عبدالله علیه السلام دفاع میکنم که در حدیثی که شیخ البانی اونو صحیح میدونه میفرماید الا ان الایمان اذا وقعت الفتن بالشام، بیدار باشید وقتی که فتنه ها رخ میده ایمان در شامه، اقردار مؤمنان در شامه. میگه در یه بررسی تاریخی که مجال ذکرش اینجا نیست که در اینترنت هم موجوده، این بررسی نشون میده که خیلی واضح که صهیونیست ها این سرزمین فلسطین رو از خلال خرید و فروش به دست نیاوردن، بلکه از خلال شکست ارتش های عربی پشت سر هم که اونجا این ارتش ها شکست خورد به دست آوردن. و اما نسبت اندکی که صهیونیست ها با خرید و فروش گرفتن، ببخشید، نسبت اندکی از زمین ها رو که به دست آوردن غیر از اونجا که اشغال کردن از استعمار بریتانیایی بود که به یهود داده بود، یا از خلال بعضی از خانواده های مسیحی لبنانی و سوری و فلسطینی که همشون مسیحی بودن اونجا بودن، اینا سرزمینشون رو به یهودیان فروختن، مسیحیان اونجا، مسیحیان سوری، مسیحیان لبنانی، مسیحیان فلسطینی، و یا اینکه این سرزمین رو یا این زمین ها رو عذر میخوام از خلال حکومت اتحاد و ترقی که تابع یهود دونمه بود و خودش خلافت اسلامی ترکیه رو انداخت از اونا گرفتند. خب اینا که یهود دونمه کیند، حکومت اتحاد ترقی چیه، اینو در جلسه آینده انشاءالله شرح میده. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. بریم سراغ کلیپ ها و مطالبتون. جمعی از مردم جزایر ناز قشم در پی خصوصی برخی از سواحل اعتراض کردن به این موضوع. داستان از اینجا آغاز شد. زنجیره انسانی اعتراض بومیان قشم به تصاحب بهترین جزایر خلیج فارس. جزایر ناز زیباترین چشمانداز به تنگی هرمز را دارد و منبع رزق بومیان است. از ابتدای سال 98 فردی به نام جانباز عسکری از سوی سپاه با پیشنهاد رشوه به بومیان سعی کرد تا محلهای سیدشان را غیرقانونی و بی سر و صدا تصاحب کند. مخالفت بومیان با عسکری و سپاهیان پای لودرها و ماشینهای سپاه و پایگاه بسیج سوزا را به جزایر ناز باز کرد تا در سکوت ناشی از بسته شدن قشم در اپیدمی کرونا تمام خانه‌ها و محلهای صیادی بومیان را با خاک یکسان کنند و این گونه استارت سپاهی سازی جزایر ناز با عنوان خصوصی سازی زده شود. با آنچه این بار به جایی خواهد رسید فریاد است، پس انتشار ویدیو فراموش نشود. این هر جا که مناطق سنی نشین باشه اشغالش میکنن، چه قشم باشه، چه کیش باشه، چه حاشیه جنوب خلیج باشه، چه کردستان باشه، چه بلوچستان باشه. محمد ابن عبد الله، محمد نبينا، محمد المصطفى، نحن
محمد ابن عبد الله، محمد نبينا، محمد المصطفى. نحن فداك، نحن فداك يا رسول الله، يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. امسال هم در ابتدای سال این خبر به عنوان تبلیغات بیت رهبری منتشر شد. مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت رهبر معظم انقلاب به سنت هر ساله به منظور حمایت از زندانیان جرایم غیر عمد 450 میلیون تومان به ستاد دیه اهدا کردند. شاید این خبر آیت الله خامنه ای رو در چشم پیروانش به یک سوپر هیرو تبدیل کنه، اما برای ما چندین و چند سال در بر داره. رهبر این کمک رو از کجا اهدا کرده؟ از اموال شخصیش؟ خب این اموال از کجا اومده؟ مگه رئیس جمهور نمیگفت؟ اموال رهبری یک حسینیه از اونجا و یک خونه ساده. آیا رهبری بابت شغل رهبری حقوقی دریافت میکنه؟ این حقوق چقدره و از چه محلی پرداخت میشه؟ اگه پرداخت های رهبر انقلاب از انبار شخصیش نیست، پس چطوری به نام اون اهدا میشه؟ شده مانند داستان کمک هزینه های دولتی آمریکا برای کرونا که چک رو به نام ترامپ صادر میکنن. بله دوستان، این کلیپ رو بشنویم. یه آخوندیه، اینا قرآن قبول ندارن، بقیه هرچی شما میگه بازی میکنن. اینجا علنا میگه
هم طرفدار الله هستید که البته الله مال جاهلیه، عذر میخوام، مال جاهلیت عرب است، الله مال اسلام نیست. بفرمایید. حرفی رو که دین ستیزان میزنن، این آقای معمم هم میزنه. یعنی چی؟ من تقریبا 20 سال این حرف رو میزنم که آخوندهای شیعه یا مده تشیع با دین ستیزان مده روشن فکری دو چهره شوم و یک سکه شوم هند. الله ما جاهلیت عربه؟ این چه حرفی کنم جاهلیت عربه؟ الله خالق این هستی است، معبود راستین این هستی است. بریم جلوتر. الله را قرآن نیاورده است. ما خیلی الله الله میگه. الله را قرآن نیاورده؟ مرد که نفهم بسم الله از قرآنه یا نه؟ الله الذي نزل عليك الكتاب این قرآنه یا نه؟ الله را قرآن نیاورده؟ این از بیسوادی مردم سوء استفاده میکنه یا اون چرا که در حوزه ها خونده داره میگه ولی ظاهر میکنه. بله، الله ابدا مال اسلام نیست. الله مال اسلام نیست. مال کیه؟ مال یهوده؟ مال نصارایه؟ جاهلیت از کجا یاد گرفتن؟ از بقایای دینی که در میان جاهلیت بود، از بقایای دین ابراهیم علیه السلام بود. اسلام، رئیس اسلام، حضرت پیامبر محمد ابن عبدالله سلام علیه السلام، چیز دیگری آمده. نفرمایید. الله نیست. خیلی الله. آخوند خاک به سر طرف دیگر میگه شما چرا الله الله میگی اصلا؟ یعنی از ملحدان ملحدتره. اصل دینشون اینطوریه. به دلیل که یه نفر تو ایران ظاهر شد اینو رد کنه، کسی مؤاخذش کرد؟ کسی مؤاخذ؟ هیچ کاری باش ندارن. چرا میگید الله گفته؟ یک آیه شما نشون بده آقا، چرا یه آیه بیاورد؟ این از بس که جاهله، از بس که جاهل از آیات، یا خبر نداره یا شالاتانی میکنه در مقابل چشم بینندگان که الله چیزی گفته باشه. الله الذي نزل احسن الحديث، الله الذي لا اله الا هو، يعني همش الله. قرآن محور قرآن الله. از بسم الله شروع کنی. بسم الله الله. این یارو داره شاخ در میاره. این آخوند چیه دیگه؟ از 6600 آیه یک آیه نشون بدید یا یک سند نشون بدید که الله چیزی گفته باشد. کل قرآن خودش سنده. پس این مگه شما نمیگید کلام الله و یا بارها در قرآن نیامده کلام الله است الله چیزی گفته باشد؟ یعنی الله با این خاطر باشد. آقا یک نشانه بیاری. آقا بجای اینکه جوابشو بده ببین، جا خالی میکنه میره طرف دیگه. آقا جواب اونو بده. آخوند شارلاتان. حالا من میگم، من شما رو میشنوم. آقا سلیمانی گفته است. میتوانید بگید که الله گفته است؟ یعنی میخوای سخن الله رو شما به گوش خودت بشنوی پیغمبر بشی؟ بسیار عالی. شما در واقع میفرمایید محمد دروغ گفته؟ من کی چنین گفتم؟ حرفش همینه. حرفت همینه. کی چنین گفتی چیه؟ حرفت همینه. محمد رسول الله سلام میگه که قول که این کتاب از طرف الله به من نازل شده. این نه نزل ذکر و این له حافظون. خداوند میگه من نازلش بکردم. الله الذي نزل احسن الحديث. شما میفرمایید دیگه من چیزی نگفتم. ببین شما سمشو میندازه، دروغشو میگه، بعد میگه من چیزی نگفتم. از محمد چه کفری بالاتر از این؟ حتی جاهلان مشرکان دوران جاهلی این چنین حرف احمقانه‌ای نمی‌زدند. شما خیلی فرازنی فکر می‌کنید. پس این قرآن کلام الله نیست؟ این نظر شماست.
جوابشو بده، آقا نظر شماست چی، جوابشو بده. بله. و تا آخر کلیپ خلاصه حرف اینها همینه، ولی بازی میکنند که آقا قرآن امام زمان برده، چون قرآن رو قبول ندارن. چرا راجب اوستا هم چه حرفی نمیزنن؟ چرا راجب تورات هم چه حرفی نمیزنن؟ آقای محمود ریگی، امیر المؤمنین معتصم عباسی. يا مولاي، لقد عذب الروم امرأة اسمها شراتة العلوية، وساقوها سبية ونكلوا بها، وقد صرخت بأعلى صوتها: ومعتصمة ومعتصمة ومعتصمة. آقا این که عربی، شما عربی فرستادید که من دیگه وقتی دو تا موضوع درس میدم حوصله ترجمه کردن ندارم. خواهش میکنم فقط کلیپ های فارسی بفرستید یا ترجمه شده. آقای رضا از اتریش، آخوند دزد شکلات. ای بابا، شما از شکلات دزدیش مینالی؟ آخوند کل دین دزدیده، کل دین دزدیده. نه اینا خورماه، آخوند خورما دوزه. اینم آخوند خورما دوست، پناه بر خدا. این آخوند خاک کربلا را ریخته در دهان پدر، پدر فوت شده، پدر زنده شده، یا حسین گفته و دوباره مرده. چه فایده از این زندگی؟ دروغ همش. بله. خدا رحمت کنه، به خدا از بابا وظیفه این کارا میکنم، بگیم تا برا ما بگن. شما خدا را قبول داری؟ قرآن را قبول نداری؟ خدا را قبول داری؟ خدا رحمت کنه مرحوم اسمم کاظم قزوینی را، رحمت الله علیه. یه مقدار تربت کربلا این مرد به من داد، تو فوت بابام آوردم باز کردم، یه خورجا ریختم دهن بابام. همینقدر که ریختم دهنش، به امام حسین سه بار گفت یا حسین، او خاموش شد بابا. بعد گم شد، نفهمیدم اینو من کجا گم کردم. چند سال مثل جون پدرش مشرک مرد، معلومه اینا که من ازش محافظت میکردم، گم شد. قومی که اینا رهبرانش باشن میخوان آدم بشن، میخوان تمدن درست کنن. استاد محمود کریمی، آقای محمد هدایت شده، محمود کریمی اندلیب خامنه ای مداح معروف در سلسله امامی که امام حسین روز دهم محرم تخت نرد بازی میکرد و به شرط دوتا گونی برنج بفرمایید. اینم حسینی که درست کردن برای خودشون. به 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 به، امام حسین هم تحت نرد بازی میکنه. به به، گونی برنج استاد نگاه کن، گونی برنج هم بخوان ای خدا نابودتون کنه. باخت امام حسین، باخت. اینا حسین و علی و آل بیت و قرآن و همه رو مسخره گرفتن. اینا شاگردان یزگردن،
همون یزگرد فراری که گفت عمر را در داخل خانه خود مشغول کنید، یعنی تفرقه بندازید. این هم اصل فیلم با دوستان مردیم از خنده. ببینید اشیه تا دیر نشده از این لجنزار و دروغ بیرون بیایید. خب هنوی که شروع نشده من میرم خونه، یه نوشیدنی میخورم بیا به حال خودم برسم. نوشیدنی میخوره مست میشم. رفت خونش، نوشیدنی گذاشت جلوش، یه تخت نردم گذاشت جلوش، زبانم لال گفت آقا امشب بازی کنی. بیا آقا امام حسین بیا بازی کنی. هی تاس شریف هی باخت، دومیشو به نیابه اون بر ریخ بارد. مستند همشون، مست حیدر پرستند، شیطان مستشون کرده. نفرین خدا بر همشون باد. ماشاءالله مبارک باشه. این فیلم، این عکسی که گرفتید، مگه دست جمعی شما افطار میکنید در این روزای کرونا؟ داستان هدایت، بهترین داستان. با عرض سلام احترام خدمت شما برادر موحد و عزیز فلانی، اسم مستعار من کریم از آبادان است و از دوستان محمد هستم. اصالتا اصفهانی هستم و بعد از جنگ به آبادان هجرت کردیم. دو پسر 21 و 18 دارم و دو دختر 15 و 19 ساله. خدا به شما برکت بده و نور چشمت بکنه. و الحمدلله چند روز مانده به 50 سالگی به سوی الله هدایت شدم. الله اکبر. و سبب هدایت 4 فرزندم به جز خانمم هنوز زور میزند، ولی انشاءالله او هم به حلقه سبز توحید میپیوندد انشاءالله. این شماره پسرم است. انشاءالله شماره واتساپ خودم به شما پیام خواهم داد. فقط مختصری از هدایتم میگم تا وقتی گرانبهای برنامه زیبا و پرساز شما را نگیرم. چه وقتی بهتر از داستان هدایت شدگان، کسانی که با خدا صلح کردند، خدا را یافتند، شرک را رها کردند. من هم مثل بقیه هدایت یافته ها از خانواده متعصب و تندرو شیعه، ولی من بدتر شیعه اصفهانی، اونم نجف آبادیش بزرگ شدم. استاد نمیدونم چرا هر جا که مهد اهل سنت و جماعت بوده را پایتخت شیعهش کردن. خب همون دیگه. بله. و مثل تبریز، اصفهان، شیعه این دو شهر از همه شیعه های دنیا تندروتر و بیدینتر. چرا که شیعه نماز سر وقت و روزه و قرآن و از این حرفا مال پیرمردای مثل منه. جوان همان سینه که بزند کافیه، بقیه دنبال صیغه و متو و تا صبح تو تکیه و حسینیه و قلیون و سیگار و مواد مخدر، بعد هم تا ساعت 5 بعد از ظهر خوابیدن. ما هم در این خانواده بزرگ شدیم تا اینکه سال 94 به خانه خدا مشرف شدم. اون موقع تو باغ نبودم. من زبان عربی را هم خوب صحبت میکنم، هم خوب میفهمم. وقتی در خانه خدا بودیم و گرد کعبه طواف میکردیم، میشنیدم که یه سری مبلغ صدا میزد یه شیعه، شیعه المهدی ما هو موجود، یعنی مهدی وجود نداره. ما جای به دنیا نیومده. دروغ میگن معمینتون. آخوند کاروان جفتم بود. من هم جلوی بقیه زور گفتم حجا، گفت بله. گفتم برو ساکتش کن، این چی میگه؟ داره به اعتقادات چیه حمله میکنه، برو ظرفانیش کن. دیدم سرخ شد، گفت هیس. گفتم چیه؟ گفت اینا بفهمن من آخوند، اینا بفهمن من آخوندم سر را تا بیخ میبرن. هیچی نگو. منم برای شوقی گفتم زد و ما برگشتیم. فراموش کردیم که آنجا چی شنیدیم. مغازه کنار مغازه محمد رو خریدم در ایران و
واسطه بازار به میان اومدم. ما محمد را از زمان هیئت و سینه و عزاداری تو خیابون میشناختم و اتفاقا پسر بزرگم الگوش کرده بود تو سینه زدن. این کارا تا موقعی که جدا شد و شما بهتر میدونید چی براش رقم خورد، ولی من به خاطر سنم خجالت میکشیدم. در وقتی که دم در مغازه ایستادیم ازش بپرسم، تا میخواستم بپرسم یا برای او مشتری میومد یا من، خلاصه چند باری صدای ضعیفی رو میشنیدم و هر وقت میرفتم داخل مغازش لپتوپ رو میبست زد و اتفاقی همون کلمه رو که در حد شنیدم دوباره به گوشم اومد. رفتم داخل مغازه، گفتم محمد وقت اذان ظهر است، من به خاطر تو مسجد نمیرم، بیا با هم تو مغازه بخونیم. در مغازه رو بست، ایستاد نماز خوندن. تعجب و حیرت کرده بودم، خدایا پسری که تا دیروز گلی و لباس سیاه و به قول خودش دلفین البته لباس سیاه و تو هیئت، امروز دست بسته آرام بدون مهر نماز میخواند. تمام که شد گفتم محمد متحیرم کردی، بیا بشین قانعم کن، چرا وهابی شدی؟ مگه چش بود چیه این همه برا بدبختی و عذاب رو به خاطر چی؟ باورم نمیشه. میگن پول، این همه بدبختی کشیدی به خاطر چی؟ یک دفعه ایستاده بود، افتاد رو زمین و شروع کرد به گریه و رو به قبله گفت حاجی ابو فلان به خاطر الله، تازه شناختمش. الله اکبر، دیگه هم نمیتونم پس بکشم. وقتی گریه کرد من هم بغض گلویم را گرفته بود. گفتم محمد همچین جمله شنیدم، یادم به زمان حج افتاد. چه گوش میکردی؟ گفت تفسیر قرآن. گفتم از کی؟ گفت از دکتر عبدالرحیم ملازاده. گفتم شنیدم اسمشو، تو شیعه؟ گفت تو شیعه نیست حاجی، اهل سنته. گفتم بذار ببینم. گذاشت 20 دقیقه. یا الله، دودمان شرک را راهمان جا همانجا سوزان، دودمان شرک را همانجا سوزاندم. گفتم محمد چی بگم؟ خب شما پس خودت آمادگی داشتید، خدا را شکر. گفت هیچی حاجی، لازم به گفتن چی نیست. گفتم جایی شخصی هست سوال کنم؟ گفت بله، بیا مغرب با هم به جایی برامیم. ماشاءالله رفتیم. در جمعی که من فکر میکردم بعد هدایت محمد بعد تنها و در انزوا رفته، نه بابا، یه جمع همه جوان، پیرمردشون من و باباش بودیم. وقتی پدرش رو دیدم دیگه تمام شروع کردم به هدایت خانواده، تا جایی که پسرانم الان یک روز برنامه شما رو از دست نمیدهند، خدا رو شکر، خدا برکتشون بده. و من هم با دو دختر کوچکم مینشینیم، خدا بهتون برکت بده، پای برنامه شما. ولی خانمم هنوز زور میزند، ولی انشالله به حلقه سبز توحید میپیوندد. الان دخترم برام تایپ میکنه و میگه سلام مرا به دکتر برسان، خدا زندهش کنه و حفظش کنه، و میخواد با هم شهادتین خود را اعلام کنیم. با اجازه شما، اللهم تقبل منا، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خدا من خیرت دهد، خیر دنیا و آخرت نصیبت کند. وقت برنامه را نمیگیرم. الله حافظ و یارو یاور ما و بینندگان محترمتان باشد. آمین یا رب. خداوند به شهادتینتون برکت بده، به فرزندانتون برکت بده، به برادر محمد برکت بده، به اجتماعتون برکت بده، و شما را از پیشهنگان توحید در شهر و در کشور خودتون بگرداند و از شر شروران حفظتون کند، و روز به روز شما و بقیه هدایت شدگان را به خداش نزدیک کند و از مشرکان دور و دورتر کند. جزاک الله خیرا. آقای جلیل از فراه، موضوع شناسی نامه خمینی چی؟
اینو باید بخونم بعدا ببینم چطوره. آقای ناصر هدایت شده، علیکم السلام و رحمت الله، وقت شما بخیر، خسته نباشید، در سنگر توحید، آمین یا رب. ضمن قبولی عبادت راجع به موحدین شرق ایران توضیح دادم، ولی دیشب برق منطقه قطع بود، نمیدونم رسیده یا نه. از شما هم تقاضا دارم برای یکی از موحدین، مدت یک سال در بستر بیماری است، لطف کنید دعا فرمایید، خداوند شفاش بده یا رب. بله برادر دین، در ضمن جمعی از موحدین شرق ایران از شما تقاضای دعای خیر در ماه مبارک رمضان دارن که به زودی دوستان دعای شهادتن را از منبر توحید خواهند گفت. ما موحدان شرق ایران ساعت 20:30 تا آخر پای گیرنده بنابرای دلیل چهره شناخته شده اینجا هستیم. نمیتونم صوتی پیام بگذارم، ولی حدود یک روستای بزرگ تقریبا 1000 تا خانه موجود است، حداقل 200 نفر موحد. خدا را شکر، خدا قبول کند از همه شما ها، خداوند روز به روز شما را به اسلام راستی نزدیکتر کند و شما را وسیله آبادانی اون منطقه به نور ایمان و نور توحید بگرداند. سلام علیکم، ضمن عرض تبریک از این در این ماه سراسر رحمت و برکت، قول داده بودم که ادامه داستان خودم را موحد گیلان و همسرم را تون بفرستم. به فصل خدا اینطور شروع کنم، بهش رفتن کار سختی نیست، جهنم رفتن کار سختی است. بعد از آن که با خرافات ودا کردم جوری عجیب برام در سر شروع شد. اولین امتحان همینه، همانطور که گفته بودم پدر بزرگم از علمای بنام منطقه، پدر من اموهایم آخوند و ساتون دادم تمام زندگی را از من گرفتند که چنین هست، ولی من برای خودم تا جایی مجبور شدم برای مدتی ترک محل کنم. کسی که همه چیز را داشت الان حتی جای خواب نداشت، همه را از دست دادم، حتی پول هم نداشتم. به هر طریق یک سال گذشت، حالا کسی که مردم به خاطر دنیا مرا می دیدن دست روی سینه بود، از دیدن من فراری بودن، چرا که من به مردم گفته بودم که اینها دروغ می گویند چون این دین نیست به دلیل تضاد، ولی کسی جرأت نمی کرد. من به راه خودم ادامه دادم تا یک روز پیش نماز من مرا خواست، ولی من به گوشم چیزی نرفت. به او گفتم چرا که به فیلم یوسف پیامبر توجه ندارید که زلیخا تمام خدایان آمور را شکست و گفت که من پیش خدای یوسف سجده میکنم، سرتان را به درد میآورم. خواهش میکنم تا جایی که در شرق، البته اینو یه بار خوندم ولی اشکال نداره دوباره بخونم، تا جایی که در شرق گیلان جایی برای من نبود، چرا هر روز مرا وهابی سنی و غیره میخوانند؟ من توجهی نداشتم تا جایی در پیش قاضی حاضر شدم و از من پرسید تو چرا تو را آوردن؟ گفتم برای کلام خداوند. گفت یعنی چی؟ داستان را توضیح دادم. گفت برو. من هم آمدم دست همسرم گرفتم و اونجا رفتم. خدا خیرش بده که کاری بد نکرده، خدا را شکر. ولی جالب اینجاست که همسرم در این مدت سخت مثل یک فرشته با من در این مسیر بود، خدا خیرش بده، و حتی یک بار هم برام یک نگاه تند نکرد، که خداوند از او راضی باشد، آمین یا رب. جناب دکتر از اینکه قبول زحمت نمودید که ما را تشکر و قدردانی دارم. خواهش میکنم خداوند گیلان و شرق گیلان و وسیله شما و امثال شما ها روشن کنند. از خانواده مداح آل بیتی است آقای محمد هدایت شده، مدت هاست که نبودید، شمارتون عوض شده. مثل که سلام، خسته نباشید، علیکم السلام دارم.
کلیپ موضوع تعریف آیات قرآن و نام علی فرزندان تولد و شهادت همه راز آیات مردم که عربی نمیدانند میگوید. الان ببینید. آمین حولین دو سال، اونم 24 ماه، 24 و 9 33 ماه. پس چرا این میگه 30 ماه؟ حتی اذا بلغ اشده، میگه تا زمانی که با نیرومندی و کمال خود رسید، و بلغ 40 سنه، و به 40 رسید، 40 رو کامل کرد. خدایا چرا 39 تا نه؟ چرا 50 نه؟ چرا 40؟ 40 دیگه گیر ندید، عدد کماله 40، عدد کامل شدنه. خب وقتی چنینه چرا سوالای علکی مطرح میکنی؟ باشه گیر نمیدیم. قال رب اوزعنی ان اشکر. اوزعنی، قال رب اوزعنی، قرآن درست بخون بچه یاسر عرفات. قرآن نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. یه 40 ساله شد، رشید شد، بالغ شد، برگشت گفت خدای توفیق ده، شکر نعمت تو به من دادی رو و به پدر و مادرم دادی رو به جا بیارم. علی بدونید این آیه به چی میخواد ختم بشه؟ حتما به علی میچسبونیدش که علیه. و اصلح لی فی ذریتی، اینی که نگران پدر مادرشه داره میگه خدایا نه بچم، ذریم، نوم، نتیجم، و برام اصلاح کن در ذریم، در ذریه من آدمای صالح قرار بده. انی توب تو الک، یک چیزی نداره که، چیز خاصی نداره. فکر کردم استدلال میکنه. من چطور زندگی کرد سبک زندگی؟ مرگ ملک فیصل، شهادت ملک فیصل و عزای 7 روزه در ایران توسط شاه. و شاه آدمدار بود دیگه، شاه آدمدار بود، مردمدار بود، میتونست چطوری سیاست با دنیا کنار بیاد. اما این احمقا روز هر روز برای خود یه دشمن جدید درست میکنن. کلیپ هایی بفرستی که به درد بخوره. کرونا، سربازی، بودشکن و دشمن انسان، دشمن انسان پرست. یعنی چی؟ در قرون وسطی تو کرونا سربازی بودشکن، بله، و دشمن انسان پرست. در قرون وسطی تو اون آغازگر رنسانس یا دگراندیشی در اروپا بود. تا قبل از اون کشیشون به مردم باورانده بودن که خودشون شفا بخش هستن. پس از شروع اتهای اون، اما مردم با چشمای خودشون دیدن که پاشیدن آب مقدس توسط کشیش روی بیمار شفا نداد، بلکه خود کشیش هم طاعون گرفت و مرد. کلیسا دست به هر کاری زد تا طاعون رو از بین ببره، از آتش زدن گربه ها تو توسل به اجنه، اما طاعون یکی تازه میکرد. این موضوع یکی از عوامل اصلی دور شدن مردم از خرافات و انسان پرستی و تحول دینی در اروپا. نه، بلکه این دین وقتی بد باشه اینطوری میشه دیگه، دین تحریف شده. 500 سال قبل بود. حالا به ایران امروز بیاییم. تا قبل از کرونا استاد حوزه میگفت ذریح خالی لاعلاج و شفا میده و خاک قبر امام حسین شفا هست. با اپیدمی کرونا اما همین حوزه مجبور شد در حرم رو ببنده و برای نجات خودش روغن بنفشه و اجاره شطور تجویز کنه. اشتراک ما ایرانی ها با اروپایی های عهد رنسانس تو چیه؟
نسخه اصلی تورات و انجیل یاب شد. ولی عصر از جلال الله تعالی فرج شریف از معجزاتشون استفاده خواهند کرد. ماشاءالله ماشاءالله از مواعظشون استفاده خواهند کرد. خب چرا الان استفاده نمی کنه؟ این دیگه فریبکاری جدید، یک معجزه داره استفاده نمی کنه، مسخره دیگه. کسی که چشم داره نگاه نمی کنه. عقول مردم را تکمیل خواهند کرد. آها. حضرت ولی عصر آقا اول مشکل خودش حل کنه، سرشو بلند کنه شما ببینیدش، بعد بیاد مشکل مردم حل کنه. مشکل مردم پیشکشش. جلال الله تعالی فرج و شریف تورات اصلی را خواهند آورد. یهودی شد؟ ماشاءالله مبارکش باشه. حتما با نتانیاهو رفیق خواهد شد. انجیل اصلی را خواهند آورد. به به با پاپ هم رفیق خواهد شد. و لذا بنده قرآن اصلی چی؟ او که دو جلد قرآن دوزیده اونا رو نمیاره؟ شاید هم در روایات دیده باشم، الان نمیدونم. و لذا بنده معتقدم اتباع ادیان دیگر پیش از مسلمین ایمان خواهند آورد. ای والله همچنان که شماها کشور امام زمان شما رو دیدن، همه دنیا مسلمان شده. ولی از جلال تعالی فرج شریف، اما بالاخره اقلیتی باقی میمانند که در برابر حضرت ممکنه بیستند. لا محاله، حضرت اینا رو از سر را باید بردارن. لا محاله خوب دکانی باز کردید. سلام استاد، علیکم سلام استاد، طاعت و عبادتتون قبول. شکل ما شما خواهش میکنم، سلامت باشید، سرفراز باشید. کلیپی از برنامه‌ای در شبکه صدای آمریکا دیدم که به قصد حمله به قرآن و اساس قصه های انبیا در کل وحی نازل شده و حضرت رسول بود که خزعلی و مشیری و مشارکت در برنامه داشتند. از اول برنامه واضح بود به قصد تاختن دین اسلام. خب مشیری که اسلام ستیز قدیمیه، شخص اگرچه اول مرسی خون بوده، مداح بوده، به قصد تاختم دین اسلام شکرده و خزعلی که سواد و علم اسلام شناسی ندارد را در برابر مشیری ابلاغ گذاشتند. استاد از دلها مشیری پی به این بردم که سواد و فهم و طالتش به درد خودش و ابرهان احمقتر از خودش میخورد. بله سلام، بنده دوست خالد ترکمن هستم. علیکم سلام و رحمت الله. تام بنده رو بلیستان اضافه کنید. اسم بنده یاسر ترکمن هست. بنده از هدایت شدگان شبکه شما هستم. داستان رو روی آوردم و توحید رو در برنامه بعد تعریف میکنم انشاءالله. اگر این کانت شما صدا بفرستید. صدا لازم نیست، همینطوری اضافه میکنم بعد برات پیام میفرستم انشاءالله. سلام بر شما، انشاءالله اضافتون میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و آقای ملازده. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله ازتون داشتم. زمانی که آمریکا تو افغانستان آمد، طالبا گفتن که ما میخوام جهاد کنیم، جهاد فی سبیل الله. بعدن اینا دفترشون تو قطر بودن و بعدن بیشترین از آمریکایی‌ها رو قتل وام کردن اینا. الان سال بعدن بیشترین از آمریکایی‌ها رو قتل وام کردن اینا. الان سال رد شده اینا رفتن با آمریکا میز مذاکره تو قطر. الان مینا ملت افغان میکشن، میگن که ما یه جهاد فی سبیل الله کردیم. گفتم ملت افغان میکشن، به نظر شما این درسته یا نه؟ ممنونم، شب خوش، خدا نگهدار. آقا همیشه جنگ ها اینطوریه. تا عبدالرحمت کنه باید جنگ کرد که پیغمبر با یهود صلح کرد، با یهود هم پیمان شد در مدینه، بعد که خیانت کردن بیرونشون کرد. اصل صلح، اصل جنگ نیست. امریکا آمده دولت اونها رو گرفته و حق دارن در مقابلش بجنگن و یه مش مزدور رو آورده. بعد الان بی نتیجه رسیدن که صلح بر افغانستان بهتره برشون. هر جا که مصلحت باشه دین خدا اونجاست. ویدیو مفتی تالش در مورد بینماز را میشه در واتساپ بفرستید. در تلگرام خودش نگاه کنید، در تلگرامش هست. طنز خنددار و جنجالی آخوند ساحل. همون سه تن دیگر از مبلغین چهره به چهره، آقای مهدی بزرگمهر، سلام بر شما، خوش آمدید. سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. و آقای مهدی زاهدیان، سلام بر شما. علیکم السلام. و جناب آقای حامد امامی نژاد، روحانی محترم. سلام آقا جان، بنده و همکارانم پری دریایی، عروس دریایی و بنده هم با جناب دریایی هستم که ما همه مبلغین چهره به چهره یا همون روحانیان سوال هستیم که به ارشاد برادران آبجی ها و آبزی ها در کنار سواحل کشور میپردازیم. شما تا حال غیر از این مأموریت و مسئولیت و رسالت تبلیغ برای تفریح هم رفتیم با لباس به ساحل؟ نه نشده تا حالا که با لباس برای تفریح ساحل نرفتیم. شما چطور؟ موقعیتش بیش نیومده ولی انشالله از این پس این تو خواهد. برای تفریح؟ انشالله. یعنی اجتنابی نداری؟ نه. چه اجتنابی داره؟ من خودم هر بار کمرم یه تنی با آب مزنم حتما. توب سر خودم که هستی میبینیم لاسیک زباس همه بالا سر ما هسته میدازیم بیریم میدازیم دوبه 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 بولی بود؟ نه خیر، با توکل به عنایات مقام عظمای ولایت. رویشون میاردن رفته رو آب بخندیده. خب معلومه با لباس بریم. از این مایه های آستین بلند ویژه روحانیان هسته اونا که ما اونا رو استفاده میکنم. بابا جان، روحانی ساحل دستاورد مقام عظمای ولایت در سال اقتصاد مقاومتی هسته. و ایتس بارا که چی اینه گفتم هسته که میگن ژاپنیا روزنامه منتشر میکنن که بعد از خوندن مکارن سبز میشه، یعنی روزنامه رو مکارن سبز میشه. ما هم روزنامه چاپ میکنیم قبل از خوندن توش سبزی پاک میکنیم. اینا همه مزار اقتصادی هسته، اینا هم مزار اقتصاد مقاومتی هسته. چرا به اینا نمیخندی شما؟ این در میان مردم بودن، نه این که نیستید، در ساحل میان مردم بودن که خیلی هم رایج و متعارف نیست. چه ثمرات و نتایجی داره؟ حالا هر کسی دوست داره بگه. نه من خودم میگم خیلی مثمر ثمر هسته، خیلی مثمر ثمر هسته که هم برای ما هم برای مردم. ما که خودمون سیر افاق و انفس میکنیم هسته، مردم هم روحانیت رو چی؟ اسکل میکنن، میزنن رو دبه، ما وسط براشان میرقصیم به اسم شرایط دادن ما رو میبرن وسط دریا هی کله ما رو میکنن تو آب، میگن اینجوری شما شنا یاد میگیرید، اونا دارن به ما میگن. البته ما که یاد نگرفتیم اما اونا خیلی حال میکنن، خیلی. یعنی روحانی فقط بله. وقت مرثیه و سوک نیست که بله. هست بله. وقت شادابی و فرح و نشاط و بهجت هم
بله. هست. ممیری از این کلمات استفاده نکنی، نه ذاتوری هم میشه میدونی از این کلمات استفاده نکنی، بهجت، سوق. خب همین بهجت و سوقه که ما رو بابای ما رو در آورده دیگه، باعث شده قیافمون بشه عین اون دوزای دریایی. البته من یه چیزی رو خدمت شما عرض بکنم، دوستان بدونن، روحانیت مثل کفش ملی میمونه، زود از ریخت و قیافه میفته، اما مرگ نداره، مرگ نداره. لامصب شما حجت الاسلام جنتی رو نگاه کن یا نه آقا، یا حجت الاسلام جنتی رو نگاه کن، بشوره بپوشه همه سایز همه جا چقدر اون کار، مرگ نداره. من دارم به شما میگم دیگه، فقط دنبال حضورین بودن که البته با خودش پیام هایی به همراه داره. بله، ما فقط دنبال حضور هستیم، فقط، یعنی همان بود حماسه حضور روحانیت در ساحل. ما از این حضور ها زیاد داریم خدمت شما عرض بکنم، که مثلا یه روحانی داریم، روحانی جاده، پشت کامیونش نوشته رفیق بی کلک مقام عظمای ولایت. بعد که میری تو کابین کامیونه که نگاه میکنی، میبینی عکس بسنتی هسته، عکس هندی هسته، که بار کامیون چی هسته؟ تیراک، تیراک هسته. این پیام خودش داره برای ملت ما. با سلام به مقام عظمای راحل، عرض خدمت شما این هسته که ما روحانیان ساحل هستیم که اینجا برای ارشاد جوانان اینجا خدمت شما هستیم، که همین چند دقیقه پیش که از شهر ونیز آمده بود و رو هم برمیگشته بگفته که این سواحل شما خیلی خوب هسته، خیلی پاک هسته، اما شهر ما رو ندیدی، یه شهر هسته کلن روی آب. که من هم گفتم که بابا خفه بمیر اینجا و صدر اثر مقام عظما و برجام، این مملکت مملکتی هسته کلن رو هوا. بله، در راستای بلایی کردن سواحل اینجا ما تدابیر بسیاری اندیشیدیم، روحانیت خیلی داره کار میکنه. مثلا همین موجودات آبزی هست اینجا، موجودات آبزی که تو دریا هسته، زیر دریا هسته. ما اینجا مثلا عروس دریایی رو چی از ارمانی جدا کردیم، گفتیم کام کوسه ها رو چی از هم جدا کردیم، گفتیم نمیتونی شما دوتایی با هم دیگه چی؟ چی هسته که؟ از اون دوتا اصحابی رو تذکر بده کجا دارن چی کار میکنن آقا اونجا؟ اونی رو به خودم بیا، آقا به رحمه من خدمت شما میرسم که آقا اونو تذکر بده، آقا این تذکر بده که من شکر یکی از مهمترین چیزا که توی مملکت الان جمهوری اسلامی 37 سال از انقلاب گذشته، با همه این حرفا با آقایون روحانیون بر نخوره، خیلی ببخشید بنده به عنوان یه فرد غیر روحانی عرض میکنم، یکی از مهمترین نیازهای ما شیخ در دسترس است. احسن واقعا من میخوام به شما خدمت شما عرض بکنم که مشکل اصلی همین شیخ در دسترس هسته، نه مشکل اقتصادی هسته. بعضیا همچین اخبار اقتصاد رو دنبال میکنن، انگار تمام داراییاشون تو بانکای سوئیس چی بلوکه شده، یارانت بگی بابا چیکار به کارا بریته. اصلا مشکل اصلی همین شیخ در دسترس هسته. باید به جایی برسیم که هر ایرانی یک آخوند در دسترس داشته باشه تا بتونه ارشادش کنه، تو معرسه، تو دانشگاه، تو خانه، آشپزخانه، WC. حالا سوالش به ما افتاده، روی آب، زیر آب، با کوبا، بی کوبا، همه جا همه هسته. یکی از رفقا میگفتش که رفتم فیلم محمد رو ببینم، دیدم حاجی فلانی هم آمده منتها لباس تنش نیست. لباس تنش نبوده؟ یعنی یعنی او آخوند ساحل بوده دیگه، بی لباس اینا آمده، اشتباه آخوند ساحل بوده، بی لباس اومده اشتباهی بردن سینما. من میدانم دیگه، الان در بحث ازدحام مبلغین چهره به چهره این اتفاقا میفته. حالا خوبه اون بی لباس رفته تو سینما، تاریخ بوده، کسی که نه چیز نشده دیگه کار. حالا من یه چیز خدمت شما عرض بکنم، ما رو یه بار با لباس شنا اشتباهی بردن نماز جمعه، که اونجا ما از اول تا آخر دو تا خطبه با همون لباس رفتیم، یعنی بهجت ملت در آمد از بس که خطبه. حالا یه خاطر دیگه ایزه بده فهم با من بگم، با این خاطر تموم کنم چون وقتمون تموم شد. تو هم خفه بمیرونیم بابا، مردی که پاچه خواست یک آخوند استدیو هم من باید برای تو بذارم که حالت جا بیارد، که قشنگ ارشادت بکنه که آره آقا. یه خاطره من خدمت شما عرض کنم، آقا یه بار دم ساحل ما رو کلی آب دادن، حالمون خراب شد، بردنمون تزریقاتی که آمپول بزنن. آقا یه رفتیم آمپول بزنیم، دیدیم 6 نفر ریختن بالا سرمون، برگشتیم نگاه کردیم اینا کیان؟ آقا اینا کیان؟ گفتن اینا کارآموزن، اومدن یاد بگیرن. سریع بلند شدم، عبا و عمامه رو جمع کردم، گفتم اومدیم تزریقاتی، نهضت سوادآموزی نیست که رابطه جمعیت داره. والا بخورن حالا هسته که خودت واسه هسته که
خب دوستان، طرف زحمت کنم همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. از خداوند متعال میخوام که روزهاتون رو قبول کنه، طاعتتون رو قبول کنه، فرزندان ما و شما رو صالح کنه و کشور ما و شما را از شر شرک و خرافه پاک کنه و نور و توحید را در همه جا روشن کنه و ما و شما را وسیله بر این کار قرار بده و مردگان موحد ما و شما را رحمت کنه و مریضان ما و شما را شفا بده و ما و شما را در راه خدمت به دین کار بگیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بسم الله الرحمن الرحیم.